داریم نماینده انجمن خانواده های شهدای قتل عام خونین تابستان 67. بفرمایید خانم. با سلام خدمت شما، با درود فراوان به کانونهای شورشی، مشعلهای مقاومت سترگ مردم قهرمانمون. واقعا که فصل انقلاب است و این بار اصلی ترین سد تکامل، یعنی آخوندای رژیم آخوندی توسط خلخای ایران، عراق، لبنان هدف قرار گرفته شده. هزاران بار مبارک باد و الان باید همواره با قیام به هر لحظه قلبمان با یارانمان که در خط مقدم علیه این آخوندا ایستادند، یعنی کانونهای شورشی، بتپه. من هم در راستای همین خط کمک ناقابل جمعی خودمونو اعلام میکنم. من و احمد 600 پوند تقدیم به سیمای آزادی میکنیم و عذرا خانوم که یکی از دوستای مقاومت 50 پوند و یک هموطن کرد به نام سریوان 20 پوند، فروغ 20 پوند. امیدوارم که بتونیم با این کمک ها به سیمای آزادی دیوار اختناق رو در ایران بشکنیم. با تشکر از شما. شما و در آخر از خانم زهره معلمی میخوام که چند لحظه با ما صحبت کنن. ایشون از زندانیان سیاسی سابق هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستن و از مسئولین جوامع ایرانی در انگلستان. بفرمایید. الشعب آمن بالحراب بدم یسی و التراب. مردم ایمان میآورند به مبارزه به خاطر خونهای به ناحق ریخته که به زمین ریخته میشه. میخواستم سلام و درود بفرستم به همه شهدای راه آزادی، به تمام اسیرانمان و زخمیانی که معلوم نیست در الان کجا هستند و چه کار میکنند. میخواستم درود بفرستم به کانونهای شورشی، به شورشیانی که در آتش و خون شعله به پا کردند که پایه‌های نظام دیکتاتوری را به لرزه درآوردند و سرنگونی را تضمین کردند. همچنین می‌خواستم به رهبران کبیر این انقلاب، برادر مسعود و خواهر مریم، درود بفرستم که چندین نسل انقلابی مجاهد و مبارز را هدیه ایران و ایرانی کردند. نسل مسعود که ترس و بیم ندارد از دختر 13 سالش که در تابستان 60 به شهادت رسید، تا نکتای جوانمون که در همین قیام آبان. آنها همه چیز خودشون فدا می کنند و هیچ باکی ندارند. و در اینجا به عنوان زندانی که در سال 59 دستگیر شده بودم و شاهد اعدام های هزاران هزار میلیشیای قهرمان بودم، میدم که اون موقع واقعا هیچ کدوم از اینها به بیرون درس پیدا نمی کرد. خانواده حتی اجازه نداشتن که مراسم بگیرن و کسی نمی فهمید که پشت این درها چی میگذره. ولی الان به یوم داشتن سیما، ما هر اتفاقی که در ایران میفته میتونیم لحظه بعد از اون آگاه بشیم و به جوامع بین‌المللی اطلاع بدیم. سیمایی که شهرها را در این قیام به هم متصل کرد، همه رزمندگان شورشیان را به هم متصل کرد. من خودم از شهر قهرمان پرور زنجان هستم، شهر بنیانگذار کبیر سعید محسن، و در این شهر ما در سالهای 60 به بعد خیلی شهدا داریم. کسایی مانند احمد حاجیان، پدر مجاهد شهید یاسر حاجیان، رضا بیات، شهین فتلی پور، فرزانه اسلامی، خیلی خیلی نفراتی که هوشنگ کلانتر، توفیقی و خیلی کسایی که واقعا جانانی جنگیدن با این رژیم و خواستن که آزادی رو برای مردم بیارن. و الان در سیما میدیدم توی این مراسم که توی این برنامه شورش میدونم که شهر زنجان را نشون میداد که جوانان راه بقیه را به پیش گرفتن و همچنان قهرمانانه
برای آزادی ایران می جنگیدن. می خواستم بگم که درود بر همه اونها و درود بر تمامی شهرهایی به پا خواسته. و اینکه در این 4 دهه ما شاهد این بودیم که تمامی تلویزیون ها، تمامی تلویزیون های وابسته به این رژیم جنایتکار، چه در داخل و چه در خارج، و تلویزیون های استعماری، همه و همه که میخواستن خط مماشات پیش ببرن، میخواستن بگن که هیچ اتفاقی در این اتفاق نمیفته. مانند همون موقع که میگفتن که شاه جزیره ثبات است، الان میخواستن بگن که هیچ خبری نیست، این رژیم قوی، قدرتمند، ماندگاره. میخواستن بگن که سکوت کنید، اگر حتی تظاهراتی انجام میدهید، تظاهرات سکوت انجام بدهید. میخواستن بگن که میشود در بین بسیجی و پاسدار هم بسیجی و پاسدار خوب پیدا کرد و با آنها کار کرد. یعنی همه کاری خواستن بکنن، ولی فقط بگوین که هر کاری بکنید ولی اعتراض نکنید، مبارزه نکنید و سرنگونی نخواهید. و در اینجا تنها و تنها این سیما بود که میگفت باید این رژیم سرنگون بشه و میگفت میتوان و باید سرنگون کرد. بس بنابراین ما خیلی خیلی قدرتمند هستیم با داشتن سیما، به خاطر اینکه ما را به وحدت میرسونه، مردم ما را به اتحاد میرسونه، حرفامون یکی میکنه و خواسته هامون یکی میکنه و به همه خط میده. و بابت این واقعا ما خیلی قدردان هستیم از تمامی دستاندرکاران سیمای آزادی و امیدواریم که به زودی زود این سیمای آزادی را در داخل ایران ببینیم که سرود آزادی را پخش میکنه و همه ملت با هم دارن سرود میخونن. به قول برادر مسعود، از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. رزمنده جنگاور حاضر حاضر تا آخر. 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 خب درود میفرستم به تک تک شما خواهران و برادرانی که اونجا هستید. شما اگر نکته‌ای دارین در پایان بگین، من چند تا نکته کوتاه می‌خواستم یادآوری بکنم. بفرمایید شما برادر. بله، می‌خواستم بگم واقعا درود می‌فرستم به تک تک خواهران و برادرانی که الان اونجا در انگلستان در لندن جمع هستید. صحبت‌های مختلفی کردید، هر کسی از جنبه‌ای، از وجهی موضوعات مختلفی رو مطرح کردید و باز کردید، بر روی اون دست گذاشتید. وقتی که همه اینا رو هم بریزیم، در واقع یک مجموعه کاملی بود حرفهای شما که یک عزم میهنی رو، یک شور و شوق رو برای آزادی بازتاب میکرد در صحبتهای تک تکتون. کسانی که به طور مشخص همه گره میزدین به قیام سراسری مردم ایران، به کانونهای شورشی که صحنه هایی رو خلق کردن که موج میزد در تک تک صحبت های شما. یکی از برادران اونجا چه جمله زیبایی گفت، گفت که با اشاره به کمک هایی که به سیمای آزادی میشه، اشاره کرد به این که این پرداخت مبلغ نیست، دریافت حقیقت. چیزی که به نظر من خیلی برجسته بود در این جمع شما که به نظرم یک برش و یک نمونه از یک همبستگی بزرگ مردممون هست برای تحقق آزادی، حضور 4 نسل در یک نقطه است، اون هم در حمایت از یک راه و یک مش و یک آرمان برای آزادی. زبانم قاصر از بیان صحبت‌هایی که شما کردید و توصیف بکنم اونچی رو که انجام دادید. فقط صمیمانه تشکر می‌کنم از تک تکتون و از طریق شما، از تک تک دوستان، خواهران و برادرانی که کمک‌های خودشون رو تقدیم کردن به سیمای آزادی. یک بار هم گفتم، دوباره دیگه تأکید می‌کنم،
این مقاومت و ما در سیمای آزادی اولا پشت گرمیم به تک تک فعالیت های شما، کمک های شما، کارهای جمعی گسترده ای که انجام دادید، کار بسیار بسیار با ارزشی که انرژی گذاشتید، مایه گذاشتید. یکی از برادران گفت که فقط 2 هفته طول کشیده ولی خب یک مجموعه کار بزرگی انجام شده بود، یا خواهرمون اشاره کرد به کاری که تشکیلات نیرویی در اونجا صورت داده بعد از اعلام همیاری، واقعا بسیار بسیار قابل تقدیر هست. میخوام تأکید بکنم که به نظر من سیمای آزادی و مقاومت ایران داراترین هست علارغم این کمک‌هایی که شما می‌کنین، چون که سرمایه‌اش تک تک شماها هستین و به این سرمایه پشتگرمه و این سرمایه‌ای است که شکست ناپذیر می‌کنه این مقاومت رو در مسیر حرکتش برای تحقق آزادی مردم ایران. درود می‌فرستم به تک تک شما، تشکر مجدد می‌کنم از همراهیتون و از کمک‌هاتون به سیمای آزادی. الان چند دقیقه دیگه اخبار هم میرسیم به زمان پخش اخبار و مجبوریم که نوبت رو بدیم به خواهران و برادرانمون در استودیوی خبر تا آخرین خبرها رو به اطلاع هموطنانمون برسونن. یک بار دیگه تشکر میکنم از تک تک شما و حضورتون در برنامه همیاری با سیمای آزادی.